برای توی کوچه رخ زیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولی عصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای غصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی، برای آزادی، برای آزادی.
تظاهراتی هست که توی شهر کلگری کانادا ما شاهد هستیم. امروز واقعا جمعیت زیادی اومده. این در ادامه فراخوان آقای حامد اسماعیلیون هست که این تظاهرات سراسری رو در 150 شهر دنیا انجام دادن، از جمله در شهر ما کلگری. واقعا این جمعیت برای این شهر خیلی زیاده که همه اومدن و فریاد زن زندگی آزادی سر میدن. در واقع این هر دفعه که ما جمع میشیم اینجا داریم آرزو میکنیم که تجمع بعدی برای آزادی باشه، با خوشحالی آزادی باشه، و امیدواریم تجمع بعدی برای این باشه. ما باید توجه بکنیم که توی این بگیر و ببندها از حال زندانیان سیاسیمون غافل نشیم. خواهش میکنم اگر شخصا کسی رو کسی میشناسه این تلاش رو بکنه که کمک رو برسونه. امیدواریم که فاز اعتصابات شروع بشه و این تظاهرات ادامه داشته باشه، چون در اثر تداوم هست که نتیجه میگیریم. تا حالا این جوونا عمرشون رو دادن، زندگیشون رو دادن، سلامتشون رو دادن توی خیابون‌ها، توی زندان‌ها. ما ادامه بدیم و اجازه بدیم که به سرانجام برسه این دفعه. امیدوارم که همه با هم همکاری کنیم. ما همه با هم هستیم. از تفرقه باید بپرهیزیم. این آدمایی که توی خارج هستن مردم داخل ایران رو ساپورت میکنن. تقصیر از ما خارج نشین ها نیست که این اتفاق برای مردم ایران مردم داخل میفته. ما هم خودمون اذیت شدیم. امیدواریم که با تداوم این تظاهرات و وارد شدن به فاز اعتصاب بتونیم این حکومت رو فلج کنیم و از کار بندازیم. به هر حال ما همه با هم هستیم و به هر حال به نتیجه خواهیم رسید. به زودی. امیدواریم که به زودی.